به نام خدا، احسان فتحی هستم. در جلسه نهم از آموزش مقدماتی نرم افزار آباکوس محیط اسمبلی دیزاین رو شروع کردیم. خب همونطور که میدونید این محیط برای مونتاژ قطعات سه‌بعدی استفاده میشه. ما قبل از این محیط به دو محیط اسکچر و پارت دیزاین در 8 جلسه قبلی پرداختیم که اینجا خلاصش رو شما میتونید ملاحظه کنید. توی این نرم افزار، توی در واقع این محیط اسمبلی دیزاین، اول از همه شما رو با 3 تا نوار ابزار مهم آشنا میکنیم. بعضی از آیکون ها رو بهش اشاره میکنیم، بعضی آیکون ها هم جلسه بعد خواهیم گفت. و علاوه بر اون یک نوار ابزار دیگه هم وجود داره به نام آپدیت که در واقع برای نشون دادن تغییراتی که شما ایجاد میکنید و قیدهایی که میذارید استفاده میشه که توضیحاتش رو اینجا بهتون گفتیم. تو نوار ابزار پروداکت استراکچر تولز 3 تا آیکون رو بررسی میکنیم. آیکون اول اگزیستینگ کامپوننت هست، آیکون چهارم که ما به کمک این آیکون پارت ها و قطعاتی که تو محیط پارت دیزاین ترسیم کردیم رو فراخوانی میکنیم. شما برای اینکه چند تا قطعه رو روی هم سوار کنید، اول اصلا باید اون قطعات رو وارد محیط اسمبلی دیزاین بکنید. خب پس قدم اول اینه که ما این پارت ها و قطعاتی که قبلا ترسیم کردیم رو فراخوانی کنیم. اگرچه شما میتونید تو محیط اسمبلی دیزاین همین پارت ها رو ترسیم کنید به کمک این آیکون. چند تا پارت ایجاد کنید و این قطعات رو ترسیم کنید که این نکتهشو بعداً خواهم گفت. در دوره پیشرفته بیشتر به این نکته میپردازم. در ادامه 2 تا آیکون دیگه وجود داره که البته توی این تمرین ها کاربردی فعلا نداره: فست مولتی اینستنشیاشن و دیفاین مولتی اینستنشیاشن. به کمک این 2 تا آیکون شما یه وقت هستش میخواین از یک قطعه 10 بار تو محیط اسمبلی دیزاین بیارید، 10 بار فراخوانی کنید از قطعه. مثلا پیچ و مهره دارید، 10 تا پیچ 10 تا مهره. خب به کمک این آیکون میتونید یک بار پیچتون رو به کمک این آیکون بیارید و با کمک این آیکون ازش 10 بار تکثیر کنید. اما این آیکون چه کاربردی داره؟ خب شما میخواین 10 تا مهره هم مطابق با همون الگویی که پیچ ها تکثیر شدن تکثیر کنید. آیکون فست مولتی اینستنشیاشن خیلی راحت این کار رو انجام میده. مطابق با همون الگویی که پیچ ها تکثیر شدن مهره رو انتخاب میکنید و تکثیر میکنید که البته توضیح کاملش رو من داخل فیلم جلسه بعد البته ارائه دادم. نوار ابزار کانسترینت برای قیدگذاری هستش. شما انواع اقسام قیدهایی که لازم هست تا این قطعات کنار هم قرار بگیرند رو توی این نوار ابزار دارید که مهمترین شما بهش اشاره میکنیم. نوار ابزار کوینسیدنس هست، برای هم محور کردن 2 تا قطعه هست. مثلا این استوانه رو با این سوراخ میخوایم هم محورشون کنیم به طوری که این سوراخ داخل این استوانه قرار بگیره، استوانه داخل سوراخ قرار بگیره. کانتکت کانسترینت هست، شما قید تماس میخواید ایجاد کنید. برای کجا بیشتر کاربرد داره؟ برای این شکل 2 تا شکل سطح انحنادار دارید، میخواین این 2 تا سطح انحنادار با هم تماس داشته باشند، از این قید استفاده میکنید. کاربردش بیشتر اینجاست. آفست کانسترینت هست، یه وقت هست شما میخواین 2 تا قطعه نسبت به هم یک فاصله مشخصی داشته باشند، از آفست کانسترینت استفاده میکنید. انگل کانسترینت، یه وقت هست شما میخواین 2 تا قطعه رو نسبت به هم توی یک زاویه مشخص قرار بدین، از این قید استفاده میکنید. و فیکس کامپوننت که شاید مهمترین قیدتون باشه و اول از همه باید اعمال کنید، این هستش که یک پارتتون رو میاد فیکس در نظر میگیره، پارتی که به عنوان پارت مبنا قرار داره. مثلا شما این اجزای متحرکتونن، این عضو ثابتتونه، پس این رو سعی کنید فیکس در نظر بگیرید. مثلا توی این شکل این متحرکه، این هم متحرکه، این ثابته، این رو سعی کنید فیکس در نظر بگیرید. معمولا اون قطعه اصلی فیکس در نظر گرفته میشه، بقیه قطعات که متحرک هستن و روی اون قطعه سوار میشن در واقع سایر قیدها برای اونها اعمال میشه. فیکس توگیدر هم که خیلی کمتر ازش استفاده میکنیم، چند تا قطعه رو نسبت به هم فیکس میکنه به طوری که اگر این قطعه 10 میلی متر جابجا بشه، قطعه دیگه هم باهاش 10 میلی متر در همون جهت جابجا میشه. این نرم افزار کانسترنت بود که کاملترش رو داخل فیلم آموزشی من توضیح دادم. و نرم افزار موو، شما میخواین اینا رو نسبت به هم تو موقعیت مناسب قرار بدین. برای اینکه یک مقدار جابجایی ایجاد کنید، مثلا اینو حرکتش بدین، اینا رو از هم باز کنید، از این نرم افزار استفاده میکنید که قابلیت‌های زیادی داره، به خصوص آیکون منیپیولیشن که داخل فیلم بهش اشاره شده. و نرم افزار آپدیت، شما وقتی که یک قیدی اعمال میکنید باید روی آیکون آپدیت کلیک کنید تا اون قید داخل صفحه نشون داده بشه. مثلا شما این قطعه رو با این قطعه هم محور کردین ولی به این شکل قرار نمیگیره، رو آپدیت که بزنید این دوتا هم محور میشن. البته یک گزینه داره به نام اتوماتیک آپدیت که نحوه فعال کردنشو بهتون میگم، دیگه به این آیکون نیاز نخواهیم داشت اگر اتوماتیک آپدیت رو فعال کنید. خب دو تا تمرین هم در کنار این آیکون ها انجام میدیم. با این دوتا تمرین تقریبا اکثر قیدها مرور میشه. میمونه این دوتا آیکون که در جلسات بعدی تمرینی داریم که از اون دوتا آیکون هم میتونیم استفاده کنیم. این تمرین که اینجا ملاحظه میکنید از این دوتا آیکون استفاده خواهد شد. برای تهیه این آموزش به وبسایت katia98.ir مراجعه کنید. از قسمت آموزش کتیا فیلم های دوره مقدماتی رو انتخاب کنید و فیلم جلسه 9 رو از این قسمت میتونید تهیه کنید. جزوه هم در این قسمت رایگان قرار گرفته شده، میتونید دانلودش کنید. علاوه بر این، برای اینکه با فیلم های مرتبط با این آموزش آشنا بشید توصیه میکنم به شما به کانال آپارات ما به آدرس abacus98.ir مراجعه کنید و اینجا تو این کانال من فیلم ها رو طبقه بندی شده و منظم قرار دادم. شما فیلم های مرتبط با آموزش مقدماتی کتیا رو میتونید از این قسمت ببینید. مثلا این فیلمی که آماده میکنم در این طبقه بندی قرار میگیره: آموزش پیشرفته کتیا، آموزش مقدماتی آباکوس، آموزش نرم افزار فرانک و الی آخر. این فیلم ها به تفکیک و طبقه بندی شده قرار گرفته شده که شما میتونید ملاحظه کنید. و علاوه بر این یک کانال تلگرامی داریم که شما میتونید این کانال تلگرام به آدرس فتحی تریینینگ گروپ بپیوندید و آخرین فیلم ها و آخرین محصولات ما داخل این کانال قرار میگیره.